راز ماندگاری هر ملتی نگهبانی از زبان مادری و سرزمین پدری است. استاد ناصر انقطاع در درازای 30 سال دور از زبان و میهن خود در راستای شناسانیدن این دو ستون نیرومند 24 کتاب در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و تاریخی نوشته است. پژوهشی درباره آیین‌های ملی، بررسی زندگی پرماجرای قهرمانان ایرانی، کوروش، داریوش، آریابرزن، جلال الدین، بابک، یعقوب، نادر، حافظ، فردوسی، امیرکبیر و شناخت زبان و واژه‌های پارسی و دیگر بررسی‌های ژرف او می‌تواند بهترین راهنما برای ایرانیان درون و درون مرز در حفظ هویت ایرانی باشد. تلفن سفارش کتاب 661-254-8757. پس کوچه های تاریخ، برنامه ای از دکتر ناصر انقطاع. به نام خدای ایران و به نام ملت بی پناه و در بند مشتی رجاله و هوچی و بی ارزه، برنامه در کوچه پس کوچه های تاریخ رو می آغازم. امروز 25 فوریه 2017 ترسایی برابر با 7 اسفند 1395 خورشیدی است. همکار ارجمند من در اتاق فرمان با آگاهی کامل مسئولیت کارهای فنی و تکنیکی تلویزیون رو همچنین پخش ترانه ها و آهنگ ها با توجه به مسائل مربوط به برنامه و همتراز با کارهای برنامه بر عهده داره. با اینکه میگویم ملت در بند مشتی رجاله و هوچی و بی ارزه، این سخن بی پایه نیست، این سخن بیهوده نیست. در این 38 سال حتی یک روز، حتی یک روز ملت ما چه از دیدگاه اقتصادی، چه از دیدگاه اجتماعی، چه از دیدگاه ارزش پولی و حتی از دیدگاه امنیتی و قضایی یک گام جلو نرفته است. اگر اون مسئله امنیتی، اون که بگیر و ببند و بنداز زندان بکنند، گرگ ها بهترین مأموران امنیتی دنیا هستن، ولی امنیتی که توأم با آزادی باشه، توأم با حفظ حقوق مردم باشه، مطلقاً در جمهوری اسلامی وجود نداره. ما نه تنها در این 38 سال یک گام پیش نرفته ایم، بلکه پیوسته پس افتاده ایم. در امور قضایی چنان بلبشوی برپاست که ناگفتنی است و فقط رئیس قوه قضاییه، به اصطلاح قضاییه، چشمان خود را به دهان آخوند خامنه‌ای دوخته و بارها، یکی دو بار گفته که من آنچه که رهبر بگوید انجام میداد، بگوید بگیر میگیرم، بگوید آزاد کن آزاد میکنم. عجب، این قوه قضاییه، این قوه قضاییه با قین و زاله و اون قضای شوربای تهوع‌آوریست که آخوند داره ملت ایران پخته. دزدی های خود آقای لاریجانی عالمگیر شده، هزاران بیگناه در زندان ها با مرگ و شکنجه دست به گریبان هستند و دست و پنجه رو هم می کنند. قبلا پدران ما با این
به این درهم ریختگی ها، به این آشوب ها، به این بلبشو ها، به این هرکی هرکی ها واژه خر تو خر داده بودن. هر وقت هم چیزی بیم گفتن خر تو خر غریبی. اما در اون موقع چون کسی به کسی نبود، به هر طریق امروز باید گفت کشور ما آخوند تو آخونده. یک آدم حسابی مستر کار نیست و هر کی هر کیست. برای روشن‌تر شدن به جرفای این نابسامانی‌ها باید به ده‌ها نکته و به صدها نکته اشاره کرد که شاید چند برنامه 3 ساعته برای این کار کافی نباشد. و امروز به یکی دو نکته می‌پردازیم: خوزستان گرد و خاک‌آلود و زندانی و آزاد شدن منتظری. خوزستان، گرد و خاک در حلق مردم فرو رفته، گرد و خاک بر روی دستگاه های کولر و خنک کننده نفوذ کرده، اونها را کار انداخته، برق حتی در بعضی از بین رفته و خلاصه تمام خوزستان در بهت و حیرت و عصبانیت و خشم بوته بره. خوزستانی میگه نفت ما را خوردن ملاها و جاش خاک به ما دادن. 95% طبق آماری که شفاهن هم مردم گرفتن عازم جدا شدن و مهاجرت از خوزستان هم. وقت حضرت رهبر معظم، به قول اون طنز نویس و طنزگو عظما، دو بار من شنیدم از دهان نامبارک ایشون این جمله در من: این حادثه دل ما رو خراشوند. چه موقعی؟ یکی در سال 87 که دانشجوها شلوغ کرده بودن اومد پای تلویزیون گفت شنیدم عکس مرا پاره کردن، دل مرا خراشون. آقا عکسش پاره شده، دلش خراشیده، جگر هزاران مادر رو پاره پاره کرد، بچه هاشون رو کشت، دلش نخراشید؟ اصلا اشاره هم نکرد. حالا هم هوا پسه، مسئله خوزستان کار کوچیکی نیست. آقا دلش خراشیده، دلش خراشیده، این همه آدم عراقی ها کشتن، دل آقا نخراشید. خوزستان داغون شد، دل آقا نخراشید. اون همه آدم به دستور آقای خمینی، اون جوان ها در زندان ها کشته شدن بدون محاکمه، بدون دادگاه، بدون وکیل مدافع. آقا دلش نخراشید، حالا دل آقا خراشیده. به هر روی فرزان جان، یک ترانه میشنویم و بعد میریم ببینیم که داستان آقای منتظری و احمد منتظری و زندانی شدنش و آزاد شدنش چیه. درختان یادگاری
بازی با من اندوه جدایی نمیدانی چه ها کرد نفرین به دست سرنوشت تو را از من جدا کرد بی تو بر روی لبانم خاطرت آید که آن شب از جنگل ها گذشتیم بر تن سرد درختان یادگاری نوشتیم با من اندوه جدایی نمیدانی چه ها کرد نفرین به دست سرنوشت تو را از من جدا کرد بی تو بر روی لبانم روز پنج مار نگشته بی تو از این زندگانی غم غم آزار نگشته بی تو ای دنیای شادی دلم در دلم را شکستی خاطراتم را به یاد هر جا بی من نشستی خب داستان زندانی شدن احمد منتظری که البته خب لابد درجهش حجت الاسلامیه دیگه احمد منتظری و آزاد شدن او چی بوده اولا اندکی به سابقه نگاه میکنیم احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری است این که من میگم آیت الله برای این که منتظری واقعا آیت الله بود از مثل خمینی نبود که آقای شریعت مداری بیچاره برای اینکه شاه محمد رضا شاه اون رو اعدام نکنه درجه آیت الله رو بهش تپوندن نه اون اولا محمد رضا شاه همچی شجاعتی نداشت محمد رضا شاه بسیار اصلا خودشه سیستم آخوندی فکر میکرد کسی که بگه حضرت عباس من رو نجات داد موقعی که بچه بودم کسی که میگه امام زمان داشتم از اولاق میفتادم من گرفت خب این معلوم سیستم آخوندی فکر میکنه حالا این آدم محال بود که دستور اعدام بده با این همه آخونده ترسیده بودن اومدن یه مقام آیت اللهی دادن اما خود خمینی میدونست که بالاترین و اعلمترین از همه اینهایی که دور برشن آیت الله منتظری به همین دلیل خب زمزمه جانشین شدن او بود غافل بودن این اراذل و اوباشی که دور خمینی هستن که منتظری آدمی نیست که
گول این رنگ و بوها رو بخوره و فردا بیاد بگه اینو بکشین و اونو بگیرید اینا، فکر میکنم خب این آخونده دیگه، اونم مثل ما میشه و چپاولگر و بکش بکش و بگیر بگیر و ببند ببند و هر که حرف بزن تو سرش بزنیم و اینا. رفته رفته در مسائل مختلف که یکی دو موردشم من گواه بودم در موقعی که در ایران بودیم و در اینجا بودیم، یه خانوم یه بانوی اسمشم نمیبرم از همکیشان یهودی ما به من مراجعه کرد موقعی که آمریکا بودم، گفت شوهر من رو اعدام کردن در چیز و خب جشن میگرفته برای 28 مرداد و غیره و اینا، به همین دلیل خب چه جرم بزرگی از نظر آخوند، جشن میگرفته بردنش اعدامش کردن، از این جرائم مسخره آخوندها زیاد داشته. ولی میگفت قبل از اینکه اعدامش کنن گرفته بودنش، من به هر جا مراجعه کردم میدم اصلا محل که من نمیدونم چی اهانتم به من میکنه. گفت یکی من گفت پیش منتظری، رفتم پیش آیت الله حسین علی منتظری، گفت نشست گوش کن. خود این خانومی هم که با من صحبت میکرد ساکن و زاده اصفهان بود، من اسمشم نمیگم میدونم ولی گفتنی نیست، حتما بسیاری از شنوندگان یهودی که این داستان میشنون حتما میدونن که این کیه. به هر حال میگفت وقتی منتظری شنید بدون اینکه منو بشناسه پاشد عمامش گوش سرش، نعلیناشو پاش کرد، عباش انداخت کولش، پیاده با من اومد رفت. اون موقع کمیته بود، اون موقع سپاه پاسداران رجال بازی ها نبود. رفت گفت چرا این رو تعقیب شده؟ خلاصه نشون شده. گفت نمیتونی این اعدام شده، اینی بر چی بی خودی اعدام شده؟ گفتن فلان گفته آقای رمزم خلخالی گفته اینطور فلان، گفته آزادش کرد. آزادش میکنم ولی اون عوامل دیگری که دور بر بودن به تهران مینویسن، این رو به تهران مرد رو احضار میکنم، به هر حال اعدامش میکنم. و این خانوم میخواست این کتابی که نوشته ادیت شه، به من مراجعه کرد. من هم دستورشو تا اونجا که میتونستم و برنامه نبودم که چاپ شه، برنامه خودش بدونه ولی درست نوشته شه. ببینید یه همچی آدمی بود این آدم. این آدم پشت خمینی نگرش داشته بودن، دیدن نه این آدمی نیست که بیاد هر مزخرفی که خمینی گفت قبول کنه. تا اینکه مسئله اون فرمان جنایتبار اون کفتار پیر خونخوار جوانخوار خمینی صادر شد با خط خودش. خوب دقت کنید، با خط خود خمینی، با امضای خمینی. این دیگه انکار کردنی نی، این تو کتاب خاطرات منتظری چاپ شده. این مراسم و چیزهایی که همه اینا میگن که شده، اینا چاپ شده، میدونن مردم، منتها دیدن داره یادشون میره. مردم ما بدبختانه فراموشکارن. خب 8 سال گذشته بوده، بیشتر از 67 تا 95 به هر 20 خورده ای سال گذشته. این نیست که ایشون اومد این کار رو عنوان کرد، یادآوری کرد، دستخط خمینی رو چاپ کرد، نمیدونم مطالب مختلف، نام اون دشخیمایی که خمینی معرفی کرد. شما فکر کنین یه آدمی که میگه من مسلمانم، روحانیم، برمید داره یه نامه می نویسه با نهایت پررویی و خشونت به 3 نفر از دنباله ها، گرگ های دنباله روی خودش، که این جوان هایی که الان در زندانن اگر باز بر سر باور خود هستن، باز سر نظر خود هستن، اینها رو اعدامشون کن. با 3 پرسش، 3 پرسش، کجای این دادگاهه، کجای این اسلامه، کجای این عدله، کجای این دادگریه، کجای این حکومت عدل علیه. بعد این رو میفرسته، این خبر به منتظری میرسه، نمیتونه تحمل کنه، پا میشه بیاد پیش خمینی. ها داستانا رو دیگه بقیه خودتون میدونید. من منجر شد به این که اون گوساله ها و اون گرگ های دهن خون آلود
با هم متحد شدن و منتظر رستگار داشتن. خوب به یاد دارم که خمینی اومد پای رادیو، پای تلویزیون، من این جمله رو شنیدم، گفت یه آدم دیگه بی شعوری هم اومده با اینا که میخوان چیز کنه، گفته که اینا رو نباید اینطوری ادام کرد. آدم بی شعور، مردی که این معلم تو بوده، اگه تو چیزی ازش یاد گرفته بودی باید انسانیت یاد بگرفتی. به هر حال این بدون اینکه مراسمی انجام شه، آیین دادگاهی انجام شه، وکیل مدافع گرفته شه، برخی میگن 3,000 نفر، خود آقای منصری گفته والا تا اونجا که من خبر دارم بیش از 4,000 نفر 3,000 نفر نیست، ولی بعضی ها میگن که تا 5,000 نفر بودن بر روی خط چیز کردن نه انجام شد با من کار دارن آقا چیز پشت خط. بله برحال من سخنم باید تموم شه، پوزش میخوام اگه خواستن دوباره بگیرن، برای که باید این حرف خود کامل بشه. به هر حال و همه رو محکوم ادام کن. از جمله سوالا این بود پدرت مسل نماز میخوند یا نه؟ اگه اون جوان میگو بله، میگو آه پدر مسلمان تو بیدین ادام، برو سالن دارها. توی سالن بود 50 تا دار برپا کرده بودن، سالن سینما. به اون یکی میگفتش که آیا شما تایید میکنی که اینها در اونجا ادام؟ گفت چه کسی تایید میکنه مرگ کسی رو؟ من نمیتونم، من قاضی نیستم. اه تو تایید نمیکنی، برو ادام. اینجور درو کردن جوون ها رو. این عمل شنی پوشیده نبود، همه دونستن، همه میدونستیم. از سال 67 تا 95 28 ساله شوخی نی. اما این حدودا ما میگیم 8000 تا جوون، همه این مدارک رو داریم و میبینیم، خط خمینی، احکام اعدام ها و بسیاری از اینها بدون اینکه دیگه گناهی داشته باشن، حکمشون گرفته بودن در دادگاه، حکمشون کشیده بودن، ولی آزادشون نکردن تا کشتنشون. اینها بعد اومدن تمام این جوانها رو دفن کردن بدونی که به خانوادهشون بگن. ببینید اوج نامردی، بی شرافتی. این جوان ها بدون اطلاع خانواده دفن شدن. بعد اومدن اون مزار اینها رو شخم زدن. مغول این کارو نمیکنه. بعد دوباره بعد از این مدت اومدن این سخنا برملا شد. جنایتکارانی که این عمل شنیع رو انجام دادن نگفتن ما نبودیم. خب اگه میگفتن نه ما نبودیم، میگفتن آه خب ممکنه پایه های نظام چیز باشه، آقای منتظری، پسر منتظری خواسته علیه نظام حرف بزنه، اصلا چیزی نبوده. اونام با نهایت پررویی اومدن گفتن بله ما کردیم، حکم امام رو اجرا کردیم. خب چه چیزی پنهان بوده که قاضی اومده آقای منتظری رو به جرم اقدام علیه امنیت کشور محکوم کرد؟ ببینید هر از نظر یک قاضی، یک حقوقدان، حرف ساده‌ای نیست. تمام این مسارک و مسائل وجود داشته. این جرم، جرم حکومت بوده، جرم آخوند بوده که نرفته دنبالش، خون اینها رو، جوانها رو نذاره پامال شد. اصلا خدا دارم دو. حالا این آدم اومده زندش کرده. این جرم شما هاست اقدام علیه امنیت عمومی، نه جرم آقای منتظری. به هر روی حالا بعد از این مدت آقای منتظری اومد اینو روشن‌تر بیان کرد. همگی میدونیم که این به خط خود کفتار بوده و همه جا پخش شده. جنایتکارانی هم که این عمل رو انجام دادن با کمال وقاحت
در همین دو سه ماه بعد از انتشار اون اقرار کردن که بله با این کار کردیم. خب با همه این مدارک و آبروزی ها دادگاه ویژه روحانیت احمد منتظری رو احضار کرده و بعد از بازجویی به جرم اقدام علیه امنیت کشور به 21 سال زندان تعزیری و 3 سال خلع لباس محکوم کرد. خب اون خلع لباس که به نظر من درجه داره ببین، در اینکه اینو از اون لباس منحوس آوردش بیرون. در اواخر دی ماه یعنی همین 40 روز پیش، 38 روز پیش، جلسه تجدید نظر دادگاه برپا میشه. اما این جلسه رسانه‌ای، خوب دقت کنید همینان، این جلسه رسانه‌ای نشد. مثل دزدا پنهانی این جلسه رو تشکیل داد. نه اینکه پنهانی تشکیل شد، اما نذاشتن تو روزنامه خبرش بره. و حکم زندان آقای احمد منتظری به او ابلاغ میشه. خب به قول خودشون کار رو مثلا قانونی کرد. آقای دادستان کل کشور که اونم اتفاقا فامیلش منتظریه، حالا با ایرام هیچ نسبتی نداره، آقای دادستان کل کشور و رئیس دادگاه ویژه روحانیت گفتند که این حکم تایید شده، این حکم قطعیه. خوب دقت کنید، حکمی که بعد از مدت داده بودن و هیچ کس هم خبر نداشته بودن، گفتن قطعیه و بنابراین نهایی شدن حکمه. خانم زهرا ربانی همسر آقای احمد منتظری به محض که این خبر بهش میرسه، ایشون میگه این بازداشت غیر قانونی است، این بازداشت آدم ربایی است. چه جمله قشنگی گفته این خانم، آدم رباییه، دادگاه نیست. آقای صادق لاریجانی عمومت بده بالاتر، تو نیست خوبه قضایی هستی؟ بازداشت منتظری که خانم زهرا ربانی گفته آدم رباییه، قتل یا تایید قتل جوانان بیگناه ایرانی است. بله، بنابراین اقدام علیه امنیت ملی و انتشار اسناد مدارک سری مطلقا بهش نمیچسبه. چه مدارک سری؟ سریه، بیا تاشش کنی. به هر روی فتوای خمینی نقض صریح حقوق بشر، فرمان ضد انقلابی و نوارهای صوتی را که مخالف امنیت مردم می دانستند، همه اینها، این فرمان ها، همه اینها نمودار این است که این حکومت، حکومت عادلانه، نه تنها انسانی، نه تنها ملی، نه تنها مذهبی، انسانی هم نی. خب ایشون میره زندان، 24 ساعت میگذره، ناگهان حوادثی در پشت پرده رخ میده که در هیچ جنگلی چنین حوادث اینطوری رخ نمیده. خبرگزاری زیتون خبر میده که بازداشت غیر منتظره احمد منتظری و تایید سپاه پاسدارا، سپاه پاسدارا چی کار است این حکم تایید کنه، و پیگیری ابراهیم اویسی با دادگاه روحانیت در پشت پرده نکته های دیگری را در بر داشته و این اخبار به بیرون درز کرده. پس از زندانی شدن احمد منتظری به اتهام پخش مطالب فعالیت مخالفت با رژیم و ایجاد خطر برای امنیت عمومی، جرما رو ببین چه سنگینه، آیت الله شبیری، آیت الله شبیری آیت الله مرجع تقلیده،
مرجع تقلید آیت الله است که میتونه فتوا بده. یعنی امثال خمینی را اصلا داخل آدم نمیدونه. ایشون که یکی از مراجع تقلیده برای آقای خامنه ای نامه‌ای در مخالفت با این مینویسه و نظر خامنه ای رو میپرسه. نامه مینویسه، مینویسه آقا نظر شما چیه؟ من مخالفم. ببینید اون مرد میگه من مخالفم، نظر شما چیه؟ خامنه ای آیت الله جلوش، این خودش آخونده، میگه که آیا شما با رأی من با این رأی موافقید یا نه؟ آیت الله شبیری میگه من این رأی رو به مسئولیت مردم نمیدونم و آن را وسیله ای که از محارم برای خامنه ای میفرست. خامنه ای پاسخ میدهد اگر شما هم به صلاح نمیدانید من نیز با شما موافقم و آزاد میشم. این داستان پشت پرده. ببینید حکومت با چی میگرده؟ قوه قضاییه با این اهنتولوپش با چی میگرده؟ اگه نه این آدم نمیومد این کار نمیکرد، پوسیده بود آقای منتظری تو زندان، تموم بود. ما به این دلیل افتیم ملت بدبخت و ناچار و دربند ایران. به نام همه عاشقانت قسم که در راه تو مرگ هم زندگیست. اگر زندگی تشنه مرگ ماست، کسی که نمرده است هم زنده تو. از عمق تاریخ زخمی شدی که خون از غزلهای من جاری است. اگر خفته می خواهدت روزگار، همین مرگ تاوان بیداری است. به آتش بکش ابر بغض مرا که خاکت دوباره شود. به خونم اگر تشنه ای پس بریز که ویرانه های تو ایران شود. به نام همه عاشقانت قسم که در راه تو مرگ هم زندگیست. اگر زندگی تشنه مرگ ماست، کسی که نمرده است هم زنده زمستان. اگر هرچه سرد و سیاه به باران تیره تو تن میدهم، به رویای خورشید و شوق بهار سرم را به باد وطن میدهم. به آینده گم حال ما را بگو که سختی عشق
تو آسان شود که ایرانی سربلند جوان سزاوار تاریخ ایران شود. به نام همه عاشقانت قسم که در راه تو مرگ هم زندگیست، اگر زندگی تشنه مرگ ماست کسی که نمرده است هم زنده نیست. من بزنم خب شنوندگان ارجمند، آقای هوشنگ بطیان دوست ارجمندمون شاعر گرامی رو روی خط داریم. سخنانی که ایشون هفته پیش در مورد میهن کردن با گفتگو با مادر میهن خیلی به دل دوستان نشسته بود و همچنین به دل خود ما. درود بر تو آقای هوشنگ بطیان. درود بر شما جناب آقای ناصر انقطاع نازنین. خواهش میکنم، بسیار تشکر میکنم از برنامه هاتون و از این همه محبتتون و میهن‌پرستی. نه خواهش میکنم، ولی یه مسئله بعدا من باید راجع به لغت، چون شما اهل لغتی دو اینا، راجع به لغت نازنین صحبت ما زیاد ناز نداریم. به هر حال شما عزیز همه ملت ایران هستید جناب آقای انقطاعی عزیز. قربون شما جناب بطیان. من خواهش کردم که دوباره باهاتون سخن بگم و باز یکی از این شعرهای جدی خودتون رو در مورد هر مورد، در مورد سیاسی البته، چون مردم یعنی هم میهنان من بر شنوندگان برنامه من بیشتر به مسائل سیاسی علاقه مندن و ما منتظر شما هستیم که با اون طبع روان خود جناب قطعه دو تا شعر کوتاه دارم، یکی پیکار هست و دیگری گول خوردیم. اول پیکار رو تقدیم میکنم. بعد از این باید که مشت نارفیقان وا کنیم، پشت نامردان پر نیرنگ خود را تا کنیم، یا به رسوایی و بیماری و زلت تن دهیم، یا که این نامردمان را در جهان رسوا کنیم، تا که گردد کشور
ایران زمین آباد و شاد، در زمین و آسمان ها محشری برپا کنیم. اتحاد و اتفاق ما اگر کامل شود، هر چه کردند این پلیدان مو به مو افشا کنیم. یا به دست خیش کاخ ناکسان ویران کنیم، یا که نابودی میهن را همه امضا کنیم. چهره پاک اهورایی ما آلوده شد، بار دیگر صورت ایران خود زیبا کنیم. دست در دست هم و فریادها از یک گلو، لطف یزدان را در این ره جمله استدعا کنیم. اعتبار کشور کوروش همه برباد رفت، هموطن همتی تا اعتبار رفته را پیدا کنیم. بس خرابی ها به بار آمد، بسی دل ها شکست، سینه ها را شاد و کشور را زنو احیا کنیم. حرف ها در بوته دیروز و فرداها گذشت، بهر کار خیر تا که امشب و فردا کنیم. کاوه آهنگری باید که برخیزد ز جای، هموطن هموطن برخیز تا بار دگر قوغا کنیم. آفرین آفرین. بله، بخصوص اون نکته ای که میگید که چهره مام وطن رو بار دیگر زیبا کنید، یعنی زیبا بوده، اینا زشتش کردن، دوباره ما زیباش میکنیم. چه زیبا بوده. بله بله بله. چهره پاک اهورایی ما آلوده شد، بار دیگر صورت ایران خود زیبا کنید. آفرین. بله مرسی. بله، این شعر کوتاه بعدی هم گول خوردیم. خواهش میکنم. بازه شما. گرچه کار روزخان ها مردم آزاری نبود، کار ایرانی بدین سان گرگه و زاری نبود. گرچه وضع ما چو سابق بود بی ملا و شیخ، این همه عشق ستم از چشم کس جاری نبود. ما همه دلپاک و خوبیم و به دنیا سربلند، مردم ما مستحق این همه خاری نبود. ملتی خوردن زمین اما نخورد، اما زمین هرگز نخورد، بچه ملایی که کارش جز زمین خاری نبود. آفری. کار ما مشکل از آن گردیده اکنون این زمان، چون که گرگان کارشان با ما سر یاری نبود. گول خوردیم، گول خوردیم ما به دست نارفیقانی چنین، شغلشان جز فوق بازی ها و بیاری نبود. زان سبب ایران و ایرانی چنین وامانده شد، چون که کار بی سوادان مملکت داری نبود. به به. بله، خیلی ممنون جناب. حالا من ازتون خواهش میکنم یه موقعی تشریف بیارید اصلا خود برنامه، میشینیم گبی با هم میزنیم و یه شعری شما میخونید و یه شعری من جواب میدم و اقلا تلخی شعر من با شیرینی شعر شما جور در بیاد. و استاد من، خواهش میکنم. شب و روزتون خوش باشه. قربونتون برم. خدا نگهدارت. خدا نگهدارت. همیشه موندن وقتی که هیچی موندنی نیست،
اوج هر صدای عاشقه که شکست زمینی با صدام میام همه جا تو رو میرویزم روی آینه یه گریه هم گونه های خیزم ای که منی اسم تو آسمون پاکه ریشه یه صدا نبزش زیر پوست خاکه بیا بنویسیم روی خاک رو درخت رو پره پرنده رو ابرو بیا بنویسیم روی برد روی آب توی دفتر موج رو دریا من امروز گفتار زیاد شد یادم رفت چیستان بگم اصلا چیستان امروز البته زیادم دشوار نیست اون چیست که همه که آن چیست و کدام درخت است که 12 شاخه دارد هر شاخه 30 برگ و هر برگ فقط 2 میوه آن کدام درخت است؟
یک بار دیگه چیستانو میگم و میرم بر سر مطلع بعدی. آن کدام درخت است که 12 شاخه دارد؟ هر شاخه 30 برگ و هر برگ فقط 2 میوه دارد. همکنون یکی از دوستان بسیار بسیار صمیمی، من در حقیقت در حد استادی ایشون قبول دارم، آقای شهباز خوجربزاده روی خط اومد یه نکته‌ای گفت به من و اون این بود که با همه مخالفتی که من خودم به شخصه با ملا و آخون دارم و اینها رو سربار میدونم و واقعا سربار هستن و اکثریت قریب به اتفاق، این لغت رو من تکیه میکنم روش، اکثریت قریب به اتفاق، نه همه، ببینید اکثریت قریب به اتفاق یعنی که اگر 3000 تا ملا هستن 2997 تاشون بدن، اون 3 تاشون ممکنه خوب باشه، ممکنه، بنابراین این میگن اکثریت قریب به اتفاق. گفت شما باز این انسانیت رو داشتید، توجه کردید که ممکنه تو اینا خوب باشه. البته جناب شهباز و دیگر هممیهنان از من، بله به هر حال انسانها نجات میبرن از پدر مادرها و تیره هاشون، خب بعضیشون خوبن بعضیشون خوبن، درسته شغل ممکنه پلید باشه، شغل ممکنه انگل باشه، شغل ممکنه نمیدونم هزار جور ناپختگی ها و ناهنجاری داشته باشه، ولی تیره شخص هم ممکنه خوب باشه. موقعی که خمینی اومد و مثل گاو به هر طرف شاخ میزد و زیر رو میکرد همه چی رو، خب کشور رو داشت داغون کرد، داغون کرد از همون اول، یعنی نشون میداد این آدم راه سازندگی نداره. ما معنویتتون رو آزم کدوم معنویت؟ چه جور؟ آخه معنویت اشخاص که با مزخرف گفتن آخوند که درست نمیشه. معنویت یه ریشه داره، یه آدم هایی مثل سهروردی، مثل ابوعلی سینا، مثل امثال اینها باید باشن، راه نمایی مثل حافظ ها، مثل سعدی ها، معنویت ایجاد کنن، نه یه آدمی که بیاد بگی بکشش. چرا میپرسی اسمت چیه؟ اسمت آقای نصرالله فرا، بکشش، این معنویته؟ حالا خب پدر من میدونست که من خیلی مخالف آخوندم، میدونست این رو. وقتی که این آمده بودن اولین نماز امام جمعه، نماز تهران، امام جمعه تهران، آیت الله منتظری بود، یعنی بلا فاصله بعد از که جمهوری اسلامی پیروز شد اولین امام جمعه گویا یا یک شماره یا دو شماره طالقانی بود، بعد آقای چیز بود، آقای منتظری بود. یه روز من منزل پدرم بودم چون من مستقل زندگی میکردم، منتظری داشت حرف میزد، خب شلوغ بود خونه بودم، من رفتم تو بطن سخنان این منتظری، خوب ساکت گوش میکردم، پدر منم اون بر روزنامه میخون و متوجه من بود، من متوجه پدرم نبودم که داره من نگاه میکنه. من خوب این سخنان رو گوش کردم، بقیه صحبت میکردم، پدرم تو این خط بود. بعد تموم شد، پدرم گفت ها چیه ناصر، تو مخالف آخوند بودی چجوری اینجور دقیق شدی در صحبتهای این آدم؟ گفتم اگر بنا باشه تو این آخوندهایی که اومدن یه آدم با سواد باشه، به نظر من این آدمه، هنوزم اسم درست نمیدونستم اسم چیه. گفتم این حرفی که داره میزنه من میبینم ریشه داره،
حرفش حرف ته دلیه، حرف چرت و پرت نیست، برای اینکه حرفش با سوادون است. همم تعجب کردن که من چطور بودم. نظر من ممکن فردا عوض شه، ولی الان اینو میگم. بنابراین واقعا اگر یک سخنی، یک آدمی بیاد دنبال حرف حق بره، حالا عمام هم داره داشته، میگم النادر و کلمعدوم، اکثریت قریبه به اتفاقشون دزد و قاچاقچی و مفتخور. مفتخور ببینید فقط قواعدشون روی مفتخوریه، یعنی فقط و فقط زوزه کشتن بر امام حسین، تو سر کول زدن، قمه زدن، یه نمیدونم روز زمین مثل مارمولک خزیدن، در راه نمیدونم فلان چیز کردن، آخر سر هم خورش قیمه رو خوردن و در رفت. کار آخوند همینه. تو اصلی که گرد و خاک داره پدر خوزستان رو در میاره، آقایان 18,000 خشت طلا میدن برای مقبره امام حسین. آخه چرا؟ بعدم طوری درست کردن که هرکی حب بزن آه میخوای اهانت بکنیم امام حسین. نه آقا جون، مثلا به امام حسین کاری ندارم. من میگم آقا جون مقبره، مگه شما نمیگید پیغمبر اسلام گفته که قبر مرد مؤمن نباید سایه بندازه؟ خود پیغمبر در مدینه، برید من رفتم قبر محمد رو ببینید، یک مجلس میگن قبت الخضرا، گنبد سبزی داره، همین، هیچ نوع تزئینی نداره، هیچ نوع تزئین. پایین اون محمد خاکه، دست راست محمد ابوبکره، دست چپش عمره. من به یکی از این آخوندا میخوام بگم، چقدر آخوندا نفهمن ها، به یکی از این آخوندا که اونجا دیدمش، گفتم آقا جان ببخشید تشریف بیارید، دیدم ایرانیه دیگه، گفتم آقا مگه شما نمیگید ابوبکر و عمر آدم های بدی بودن، فوششون میدید، نفرینشون میکنید، فلان میکنید، آتیششون میده، همه چی میگو؟ گفت چرا؟ اینا که بغل پیغمبر خاکن. میدونی چی جواب داد؟ واقعا آدم حیرت میکنه. گفت اینها وقتی مردن هر جا خاکشون کردن خاک پلت انداختشون بیرون، تا خاکشون کردن خاک پلت انداختشون بیرون. شب محمد به خاک یه نفهم گفت بابا اینا رو حالا بیان من شفاعتش میکنم بغل من خاک کنین. شما ببینید چقدر یاوه میگن. بپرسید از آخونده، بپرسید، بپرسید چرا محمد، چرا عمر و ابوبکر رو بغل محمد خاک کرد؟ خیلی مسخره است. بنابراین جناب شهباز النادر و کلمعدوم، ولی میشه تا اندازه تو هر 10,000 تا یکی دوتا رو درست پیدا کرد، از جمله خود آقای طالقانی. خود طالقانی هم آدمه خوبی بود، آدم خوبی بود. به
دل من یه روز به دریا زد و رد پشت پا به رسم دنیا زد و رد منم بابک
مردی به استواری کوه سبلان. رسیدیم به اونجا که تقریبا تاریخ داره شکل اصلی خودشو به دست میاره. مأمون مرده، معتصم خلیفه تیزهوش، خلیفه بیرحم، خلیفه ستمگر خلیفه شده، برادر مأمون بوده و دشمنان این خلیفه تئوفیل امپراتور روم شرقی که مرکزش کنستانتینوس یا قسطنطنیه کنونی بود، بعد مازیار که در مازندران بود، از همه مهمتر و گرنن کلوفتر بابک که در آذرآبادگان بود و تقریبا همه اون بخش رو زیر نفوذ داشت تا ارمنستان هم نزدیک شده بود. گروهی وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم بر این باورن که معتصم در آغاز فرمان روایی خودش با 3 دشمن سرسخت در جنگ بود: بابک، مازیار و تئوفیل، و هر 3 اینها آماجی جز برانداختن سازمان فرماندهی خلیفه را نداشتن. معتصم هم با هر 3 اینها دشمن بود و اینها رو میخواست ریشه‌کن بکن. اما گروهی از تاریخ نویسان نام افشین رو هم در کنار اینها گذاشتن. به نظر من این بسیار بسیار بی‌رحمانه است. اصلا به دید من افشین هرگز بر روی حتی 1 تن از سربازان خلیفه شمشیر نکشید. افشین موزیانه کار میکرد. افشین فقط عاشق این بود که از خلافت فرمان روایی خراسان رو بگیره که دست طاهریان بود، با طاهریان دشمن بود، و از اونجا بتونه خوارزم رو هم که ارث پدرش بود زیر نظر داشته باشه. در این کار حتی با بابک هم پنهانی ارتباط پیدا کرد، حتی با مازیار هم ارتباطی پیدا کرد، ولی اینها فقط برای این بود که بتونه اونجا رو داشته باشه. و خب طبعا خلیفه چون اصل مسئله بود، بیشتر فرماندهی خلیفه رو داشت، فرماندهی سپاه خلیفه بود، یعنی معتصم، و با او کار میکرد. و همینطور که در برگ‌ها و در گفتار آینده خواهیم دید، او یک مرد جاه طلب و خودخواه بود که برای رسیدن به پایگاه جایگاه بلند از هیچ کاری، حتی از دستبوسی خلیفه و خیانت به هماندیشان خود روگردان نبود. کما اینکه وقتی خلیفه، حالا بعد میبینیم که چقدر زیرکانه کار کرد معتصم، فرماندهی نبرد علیه بابک رو به او داد، این آدم به جایی که بره با بابک کیشی و چیز کنه، رفت کوبید بابک رو. بابک هم اونو کوبید، البته بابک هم چیز نسته، ولی به صورت دشمن نگاه کرد بابک رو، و این نشون میده که این جنسن میهن پرست و ایرانی نبوده، این جاه طلب و فرصت طلب بود. تا جایی که وجدان خودش زیر پا گذاشت و علیه ملیون دلاور میهن پرست جانباز و در دشمنی با اونها در رده یکم قرار گرفت و حتی اون با اینها جنگید و حالا خواهیم دید که چیکار خواهد. بنابراین
این سه تن، یعنی این چهار تن رو ببینیم، مازیار تئوفیل رو شناختیم، مازیار رو شناختیم، بابک رو تو اندازه‌ای. هنوز شنوندگان ارجمند، هنوز شما چیز بابک رو نشناختید درست، فقط دلاوری‌هاشو دارید می‌بینید. حالا از حالا به بعد رو در رو میشه با خود خلیفه. سال 2019 هجری قمری است. این سال هم داره تمام میشه، یعنی 2020 داره نزدیک میشه. این که میگویم آرام آرام داره سپری میشه به اون دلیله که هیچ رویداد جنگی در این سال اتفاق نیفتاد، بلکه باید گفت زد و خوردها و جنگهای پراکنده ای روی داد. و در پهنه آذر آبادگان میان مردان جنگی بابک و سربازان تازی پیوسته زد و خوردهای محلی در جریان بود. اما جنگ بزرگی که شماره سربازان هر دو سوی نبرد به پیش از 30,000 تن برسه در این سال 2019 رخ نداد و هر دو سوی کشاکش به بررسی نیروهای دشمن خیش و ارزیابی توان جنگی آن دیگری سرگرم بود. در یکی از روزهای پایانی سال 2019 به دستور معتصم تنها سرداران تازی نژاد به تالار کاخ فرمانروایی خلیفه فراخوانده شد. زمانی که همه فراخواندگان به کاخ رسیدند، در جاهایی که از پیش مشخص شده بود جا گرفتند، پرده دار از ورود خلیفه امیرالمؤمنین المعتصم بالله اطلاع داد و معتصم در حالی که سراپا در ردای ابریشمین و سیاه رنگ با کناره‌های زردوزی شده فرو رفته و دستاری که به همان رنگ با مرواریدهای سپید و درخشان آراسته شده بود بر سر داشت، به درون تالار آمد و حاضران همه از جای برخاستند. بس اکثر این عطسه دامن من رو تو گفتار میگیره و دست به سینه ایستاد. سپس پروانه نشستن داده شد و خاموشی سنگینی سراسر تالار رو فرا گرفت و تا زمانی نسبتاً دراز کوچکترین آوا از کسی شنیده نشد. در این هنگام خلیفه لب به سخن گشود و گفت: از هنگامی که پدرم هارون رشید و برادران امین و مأمون سررشته کارهای فرمانروایی دولت گسترده اسلام را به دست گرفتن تا امروز که خداوند متعال این وظیفه را بر گردن من نهاده، همه سرکشان و بیدینان و حرامیان به یاری پروردگار و به دست شما سرداران تازی سرکوب و ناپدید شدن به جز یک تن. معتصم در اینجا اندکی خاموش ماند، سپس گفت: آن سرکش دیوانه و بیدین کیست؟ از میان گروه سرداران که به سخنان او گوش می دادن آواهای کم و بیشتر همین شنیده شد که نام بابک و بابک و بابک به گوش می رسید. خلیفه با آوای بلند گفت: درست است، آن ملعون بابک است. این سگ لعنتی با سخنان فریبنده گروهی بیدین و کافران و کافران پلید رو به گرد خوش در آوردن جمع کرد. بدبختانه دستورات دلاورانهی که او میدهد پیروان فراوان را بیشتر کرده و تا امروز که نزدیک به 19 سال است میگذرد، یک دم دل از شرارت و کشتار دست بر نداشته است و گروهی بیشمار سواران و سربازان ما را کشته و تنی چند از بهترین سرداران و همکاران شما را از دم تیغ گذرانیده است. به باور من گذشته از موقعیت‌های اقلیمی که مورد استفاده بابک است، بزرگترین اندیشه گستاخی وی و ماندگاری و نیرومندی او مدارا کردن و آسان شمردن کارو از طرف برادرم مأمون بوده،
زیرا با سرشت نرم و خوی انسان دوستانهی که او داشت آنگونه که شایسته بود در برابر وی نایستاد. در این هنگام یکی از سرداران پروانه سخن گفتن گرفت و گفت: خلیفه بهشتاشان، مأمون چندین بار سپاهی را به رو در روی با بابک فرستاد که شماره آنها از 40,000 تن و یک بار هم از 100,000 تن افزون بود و این سپاهیان زیر فرمان بزرگترین و آزموده ترین سرداران تازی و پارسی چون محمد فرزند حمید، عیسی فرزند محمد، عیسی فرزند صدقه، احمد فرزند جنید و ابراهیم فرزند لیس بودند که همه ما به دلاوری و کاردونه آنها خستو هستیم. بر این پایه خلیفه بهشتاشیان در این باره کوتاهی نکرده. معتصم بیدرنگ پاسخ داد: برادرم زمانی دست به این گونه لشکرکشی های بزرگ زد که این سگ لعنتی پایه های دل خود را در دل کوها، در میان مردم بدکاره و بیدین، در شهرهای پیرامون خود استوار کرده بود و دیگر نمیشد تنها با زور آزمایی موقتی و کوتاه و مجتمع و اندک او را از میان برآورد. وانگهی من شما را به اینجا فرا نخوندم که در باره کوتاهی کردن و کوتاهی نکردن گذشتگان صحبت بگویید. من شما را خواستم تا یک نکته دقیق تر را به آگاهیتون برسانم و آن این است که از نخستین روز درگیری ما با خرمدینان، بریج از هنگامی که آن با یک رهبری متحورانه مانند بابک روبرو شدیم، همیشه و همیشه سرداران مؤمن و برگزیده را به میدان جنگ فرستادیم و این سرداران از میان شما تازی نژادان برگزیده شده بودند که همگی به اسلام و خلافت بنی عباس مؤمن هستند، ولی این دلاوران با ننگ شکست یا ننگ شکست را پذیرفتند و یا در میان نبرد جان باخت. حتی یک بار هم که برادرم عبدالله فرزند طاهر را از میان سرداران ایرانی برای روبرویی با بابک برگزید، شورش‌هایی در خراسان روی داد و عبدالله به بهانه سرکوبی آن شورش‌ها به نبرد بابک نرفت و ابراهیم لیث را فرستاد که او هم کشته شد. بر این پایه تصمیم گرفتم دیگر جان شما سرداران صمیمی، هم نژاد و هم میهن خود را هدر ندهم و از این پس از سرداران ترک و ایرانی سود ببرم و آنها را به نبرد با این گرگ خونخوار بفرستم و خود بر آنها نظارت داشته باشم. این کار چند سود دارد. نخست این که ایرانی را به جان ایرانی می اندازم. اگر پیروز شد، سود آن به دستگاه خلافت خواهد رسید و بزرگترین دشمن ما را از میان برخواهد داد و اگر شکست خورد یا کشته شد، از ما نبوده تا ننگ شکست بر پیشانی ما تازیان بخورد، بلکه از میان موالی یعنی بردگان بودن. اونها ایرانی ها رو میگفتن موالی یعنی بردگان. دومی که ایرانی ها بهتر میتوانند در میدان جنگ با ترفندها و فریبهای بابک برخورد کنند و خود با فریب و نیرنگ دشمن را واپس برانند. سوم آن که بدین گونه می توانم سرداران ایرانی نژاد را که به صداقتشان مشکوکم بیازمایم. اگر سرداری را که برمی گذاریم در برون دوست ما باشد و در درون دشمن، این نکته را در رفتار او خواهیم یافت و تکلیف خود را با او روشن می کنیم. پس اگر شما دیدید از فردا در این زمین سرداران ترک و پارس را به دیدار خرمدینان فرستادم، هرگز ناخرسند نشوید و خیشتندار باشید. معتصم آنگاه نفس بلندی کشید و گفت: از شما میخواهم که سخنانی را که در اینجا شنیدید در همین جا نگه دارید و به بیرون درس نکنند. هرگز و هرگز کوچکترین اشاره‌ای با آنچه با شما در میان گذاشتم در گفتگو با دوستان و حتی خانواده خود نکنید. این نشست را یک نشست پنهانی جنگی به شمار آورید.
در نگهداشت آن چه شنیدید بکوشید، و اگر بدانم که کسی از شما این سخنان را در بیرون باز گفته و فاش کرده، کمترین سزای او مرگ. دو روز پس از این نشست، این بار معتصم دستور داد خیدر فرزند کاووس. شنوندگان از من اینجا توضیح بدم، افشین نام خانوادگی این آدم بود، نام خانوادگی پدرش، نام خانوادگی تیر و تبارش افشین بودن، نام خودش خیدر بود، ولی چون نام اصلی نامی خانوادگی افشین بود، رفته رفته به نام افشین نامیده شد و همه خیال میکنن نام خودش افشین. پیش از اینکه به گفتگوی سردار معتصم، یعنی سردار خلیفه معتصم، با خیدر افشین بپردازیم، شما را به هفته آینده واگذار میکنم و ببینیم که اصلا افشین کی بود، افشین چجوری در دستگاه خلافت راه پیدا کرد. گل گره
خب پیش از این که به واپسین بخش دلنگیز شاهکارهای شعر فارسی بپردازیم، پاسخ چیستان رو میدم. آن کدام درخت است که 12 شاخه دارد، هر شاخه 3 برگ و هر برگ فقط 2 میوه دارد. اکثر شنوندگان عزیزم پاسخ رو درست دادن، اون سال، ماه، شب و روز. خب دیگه صدای ویولون دکتر ایرج برنا و حتما پس از اون ضرب آقای منوچهر سعادت رو خواهید شنید، سلاح زینت بخش برنامه شبها، یعنی شب شعر شاهکارهای شعر خواهد بود. شعر امشب ما از حافظ شیرین سخنه که اونطور که از قیافه آقای فرزان من نگاه میکنم مثل که یه خیالایی هم برای بعد از این درنامه دارن، و هر حال میریم پس زودتر به اونجا برسیم. دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم، دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم، و در این کار دل خیش به دریا فکنم. از دل تنگ گناهکار برآرم آهی، از دل تنگ گناهکار برآرم آهی، کآتش اندر گناه آدم و حوا فکرم. به من وقتی از دلم آه میکشم، اون گناهی که آدم و حوا کردن آتیش میگیره خود به خود. از گندم خوردن رفتن بیرون، گندم خوردن بهش بیرون شکردن. از دل تنگ گناهکار برآرم آهی، کآتش اندر گناه آدم و حوا فکنم. مایه دلخوشی آنجاست، مایه دلخوشی آنجاست که دلدار آنجاست، مایه دلخوشی آنجاست که دلدار آنجاست، می کنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم، می کنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم. بگشا بند قبا ای مه خورشید کلا،
بگوشا بند قبا ای مه خورشید کلا، اشارش به میتراس مه خورشید کلا، تا چو زلفت سر سودا زده در پا فکنم. خورده ام تیر فلک داده به ده تا سر مست، خورده ام تیر فلک باده بده تا سر مست، عقده در بند کمر ترکش جوزا فکنم. جرعه جام در این تخت روان افشانم، جرعه جام در این تخت روان افشاندم، قافل قلقل جنگ قلقل چنگ در این گنبد مینا فکنم. اصلا شعر طوری است که آدم دست و پاشو گم میکنه. جرعه جام در این تخت روان افشانم، قلقل چنگ در این گنبد مینا فکنم. ضمناً ایرج برنا هم سنگ تموم داره میذاره. از شنوندگان عزیز، این آقای برنا این ویولون این پنجره رو فقط برای برنامه ما درست کردن، این فقط مخصوص برنامه در پهنه بیکران زبان فارسیه. جرعه جام بر این تخت روان افشانم، قلقل چنگ در این گنبد مینا فکنم، دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم، و در این کار دل خیش به دریا فکنم. حافظا تکیه بر ایام چو سهو است و خطا، حافظا تکیه بر ایام چو سهو است و خطا، من چرا عشرت امروز به فردا فکنم. با درود به استاد ایرج برنا و آقای منوچهر سعادت.
بشن در گناه آدم و حوا فکنن با سپاس از یکایک شنوندگان ارجمندی که زمانی از وقت خودشون به این برنامه دادن، با سپاس از فرزان ارجمند که واقعا الان داشتم بهش میگفتم، گفتم این کارایی که میشه، شعر حافظ، ویولون دکتر برنا، ضرب آقای سعادت، انتخاب شعر آقای شجریان از شعر حافظ، اینا مثل زنجیر به هم پیچیده شده و روح به آدم میده. واقعا بعض وقتا انقدر این حالت ها به هم لوله میشه، به هم گره میخوره، به هم تافته میشه، به هم بافته میشه، که آدم خودش کوچیک حس میکنه جلوی این همه عظمت و هنر و اینها. و به همین دلیل گفتم، هم تو برنامه هم گفتم بعض وقتا آدم دست پاش گم میکنه. در هر حال همه این کارا برای اینکه شما شنوندگان ارجمند پرژن رادیو، این دستگاهی که واقعا برای شما کار میکنه، این دستگاهی که همه با علاقه و عشق با مدیریت اون کار میکنن، برای که شما راضی باشی. با سپاس از همه شما که زمانی از وقت خودتون رو به این برنامه دادید، همگی رو به خدای بزرگ میسپارم. تا درودی دیگر، بدرود و پاینده ایران. راز ماندگاری هر ملتی
نگهبانی از زبان مادری و سرزمین پدری است. استاد ناصر انقطاع در درازای 30 سال دور از زبان و میهن خود، در راستای شناسانیدن این دو ستون نیرومند، 24 کتاب در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و تاریخی نوشته است. پژوهشی درباره آیین‌های ملی، بررسی زندگی پرماجرای قهرمانان ایرانی، کوروش، داریوش، آریابرزن، جلال الدین، بابک، یعقوب، نادر، حافظ، فردوسی، امیر کبیر و شناخت زبان و واژه‌های پارسی و دیگر بررسی‌های ژرف او می‌تواند بهترین راهنما برای ایرانیان درون و درون مرز در حفظ هویت ایرانی باشد. تلفن سفارش کتاب 661-254-8757. پس کوچه های تاریخ، برنامه‌ای از دکتر ناصر انقطاع.